با موضوع خودکشی دانش آموزان شروع کنیم. چه چیزی باعث میشه یک نوجوان که تازه اول مسیرشه و میخواد یک زندگی رو با هزاران آرزو شروع کنه دست به چنین کاری بزنه؟ خب ببینید، بذارید من هم با سوال شما در ادامه سوال شما اینطوری بگم که واقعا چه چیزی پیش میاد که ما همه دوران کودکی و نوجوانی رو دوران نشاط و سازندگی، دوران سر زندگی و امید میدونیم، دنیایی برامون پر از آرزوها و آمال هاست. واقعا چه چیزی پیش میاد که برای این دورانی که این چنین احساساتی درش نهفته است، دقیقا نقطه مقابل اون یأس و ناامیدی و تفکرات از بین بردن خود و یا مسئله خودکشی و پدیده خودکشی پیش میاد؟ دقیقا این مسئله، این باید در برابر این سوال ما یک سوال دیگه مطرح بکنیم که چه بستری برای کودکان و نوجوانان فراهم شده که به جای اون احساسات اصلی و واقعی که هر کودکی حق واقعیش هست داشته باشه، در برابرش متاسفانه چنین احساسات یأس و ناامیدی داره. من فکر میکنم که این مسئله میتونه کاملا جهانی باشه که ما باورمند به این مسئله هستیم که کودکان نیاز به یک فضا و دنیای امن و حمایتی دارن، ولی متاسفانه چیزی که در حال حاضر کودکان ما تجربه میکنن دنیای پر از تنش، التهاب، بحران و رویدادهای پر استرس هست. دقیقا نقطه مقابل دوران سرزندگی، کودکی و شادابی اونها میتونه باشه. ولی چون به مسئله خودکشی اشاره کردید، من میخوام این مسئله رو به صورت واضح در مورد کودکان و نوجوانان بگم. ببینید، زمانی که بسترها ناامن میشن به این صورت و ساختارها نابسامانی میشن، کودکان و نوجوانان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در این شرایط میشن. متاسفانه شاید یأس ناامیدی رو مثل دوران بزرگسالی تجربه نمی کنن، به صورت بسیار گسترده تر تجربه می کنن و حتی اگر به مرگ و خودکشی هم فکر می کنن و تصورات ناامیدی دارن، در اونها بسیار گسترده تر هست، به دلیل اینکه اونها رو نزدیک به طرد فردی و اجتماعی می کنه. یعنی یک کودک تصور می کنه که زمانی که این چنین احساساتی رو مثل یأس و ناامیدی رو تجربه می کنه، این پیامد براش داره که نه تنها خانواده بلکه جامعه هم به هیچ عنوان من رو نمیخواد و من رو پذیرش نمیکنه. من کفایت و لیاقت و شایستگی حضور در این جهان رو ندارم و این باعث میشه متاسفانه به دلیل اون نگاه متفاوتی که به مرگ و مسئله خودکشی داره، تفکرات خودکشی در اونها بسیار افزایش پیدا کنه. شاید من اینجا لازم باشه که این نکته رو و این توضیح رو به خانواده ها بگم که قطعاً و حتماً اگر که کودکی در اطراف و یا فرزندان خودتون احساساتی مثل یأس و ناامیدی و یا از بین بردن خودشون یا ناامیدی به آینده دارن، حتما اونها رو بسیار جدی بگیرید و اونها بسیار اهمیت بدید، به دلیل اینکه تفکرات خودکشی در کودکان بسیار زودتر از دوران بزرگسالی به مرحله اجرا در میاد و هم به دلیل همون نگاه متفاوتی که به مرگ دارن. و حتما در کنار اونها باشید، فضای امن برای اونها سعی بکنید بسازید و حتما از یک متخصص مشاور کمک بگیرید. خانم آلاله، توی گزارش که خود جمهوری اسلامی مشخص کرده، بسیاری از این کودکانی که دست به خودکشی زدن، به خصوص دانش آموزان، به خاطر رفتارهای مسئولین مدرسه بوده. این وسط مدرسه بیشتر تاثیر داره یا خانواده؟ ببینید، من فکر میکنم که این در پدیده خودکشی ما فاکتوری تک عاملی نداریم، تمام فاکتورها در کنار هم دیگه هست. من اگر یکی از فاکتورهای تهدید کننده خودکشی رو بگم، در شما متوجه میشید که مستقیم مربوط به خانواده هست. آشفتگی های خانواده، فقری که خانواده ها در فقر اقتصادی و نابسامانی هایی که در خانواده هست، خشونت هایی که در خانواده کودکان اونها رو تجربه میکنه، میتونه یکی از فاکتورهای بسیار مهمی برای تهدید به خودکشی در کودکان باشه. در کنار اون، عدم رد و طرد اونها در مدرسه و عدم پذیرش اونها، عدم نادیده گرفتن نیازهای روانی و فردی اونها در مدرسه هم میتونه یکی از فاکتورهای تهدید کننده برای خودکشی باشه. به همون دلیل ما نمیتونیم که پدیده خودکشی رو یک پدیده تکاملی بدونیم. خانواده، مدرسه، اجتماع، همه اون چیزی رو که کودک با اون سر و کار داره، میتونه پر از فاکتورهای تهدید کننده و رویدادهای پر استرسی باشه برای اینکه کودکان به یأس و ناامیدی مطلق. برگردیم به موضوعی که در مقدمه هم بهش اشاره کردم. چیزی که آماری که جمهوری اسلامی داره میده، 30,000 کودک معلول از تحصیل در مقطع ابتدایی حتی محروم هستن به خاطر اینکه زیر ساختا نیست. این را اگه بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای مختلف جهان چطور هست؟ در کشورهای دیگه با کودکان معلول و دارای محدودیت حرکتی چطور برخورد میکنن؟
خب ببینید، ابتدا این نکته رو که من بگم، سیستم آموزشی ما کلاً یک سیستم آموزشی بسیار پرآسیب چه برای کودکان دارای معلولیت و چه برای کودکان فاقد معلولیت هست، به دلیل اینکه به هیچ عنوان نیازهای فردی و اجتماعی اونها رو اهمیت نمیده، هیچ رویکرد و مهارتی برای توسعه فردی و اجتماعی اونها رو نداره. ولی چون اشاره کردید به کودکان دارای معلولیت، من این نکته رو بگم. ببینید، در بسیار از سیستم‌های آموزشی و کشورهای توسعه یافته بسیار تلاش می‌کنن که کودکان دارای معلولیت و کودکان فاقد معلولیت رو در کنار همدیگه و در یک بستر امن و حمایتگرانه قرار بدن و تمام تلاششون بر این است که با کمترین تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی بتونن این کودکان رو در کنار همدیگه آموزش بدن تا اینها یاد بگیرن که در کنار همدیگه باید برای توسعه فردی و اجتماعی خودشون تلاش بکنن. این یک پیام رو میتونه برای کودکان دارای معلولیت داشته باشه. این یعنی اینکه تو هر آن گونه که هستی برای اجتماع و برای خانواده اهمیت داری و قابل پذیرش هستی و جامعه به تو هم نیاز داره. ولی متاسفانه اسم ایران رو بردید. متاسفانه در سیستم آموزشی ما، ما همینطور که خودتون هم در گزارش بهش اشاره کردید، بسیار از کودکان متاسفانه بازمانده هستن از تحصیل. کودکان دارای معلولیت بخش بزرگی از این بازماندگان تحصیل و آموزش هستند. حالا این شما رو این تصور بکنید که اگر حتی بخشی و یا تعدادی از کودکان دارای معلولیت هم وارد سیستم آموزشی ما میشن، با چنان تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی های بسیار زیادی روبرو میشن که بسیاری از اونها در روند سیستم آموزشی مجبور به ترک تحصیل میشن و خودشون تصمیم به جدا پذیری از سیستم آموزشی میشن، به دلیل اینکه یک، نه تنها هیچ پذیرشی از سمت مدرسه و افراد آموزش دیده ندارن، متاسفانه در کنار اون مدارس ما هیچ بستری برای آماده سازی اونها ندارن، ما هیچ کلاسی متاسفانه برای مناسب سازی برای کودکان نداریم، ما هیچ کلاس ورزشی، کلاس تفریحی در مدرسه برای کودکان دارای معلولیت نداریم، ما هیچ رفت و آمدی برای کودکان دارای معلولیت در نظر نمیگیریم، پارک های ما، بسیار از فضاهای آموزشی متاسفانه برای کودکان دارای معلولیت به هیچ عنوان بستر آماده نیست. به همون خاطر این دو باعث میشه که اونها متاسفانه طرد بشن و بازمانده بشن از تحصیل و آموزش. سپاسگزارم از شما. سبا آلاله، روانشناس بالینی از ترکیه.